حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد که در زندان مرکزی سنندج زندانی است، در دیوان عالی کشور تایید شده است. رامین حسین پناهی که به اتهام عضویت در حزب کموله کردستان و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده است، از تیر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. حسین احمدی، وکیل او، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحاتی درباره پرونده او داده. بنده روند رسیدگی را عادلانه و منصفانه نمیدانم، چون که اتهام بغی جز به جرایم موضوع حقوق جزای اسلامی است، یعنی در ارتباط با کسانی است که علیه حکومت اقدام میکنند. بنابراین وقتی که در چنین دعاوی طرف دعوا حکومت هست با اون همه اقتدار و قدرت و نیرو و در مقابلش یک زندانی 70 کیلویی که در چارچوب یک دیوار تنگ تاریک قرار میگیره، بایستی این حکومت این طرف کفی ترازو قرار داره، بایستی از خویشتنداری، بردباری، صبوری و عطوفت برخوردار باشه. نبایستی با این شدت و حدت وارد پرونده بشه و درخواست اعدام برای موکل من بنماید، اگرچه در تمام فرایند رسیدگی موکل به این جانب به طور کامل تمام اتهامات را ناروا دانسته و منطبق با واقعیت ندانسته و در این راستا حتی خود موکل در جلسه رسیدگی مدعی شکنجه خود و اقاریری که اعلام کرده بود رو در وضعیت عادی ندانسته بود. بله، صدای حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی را شنیدیم. اما فعالان حقوق بشر میگویند رامین حسین پناهی 200 روز اول دستگیری را در سلول انفرادی وزارت اطلاعات سپاه سپری کرده و وزارت اطلاعات به اطلاعات سپاه سپری کرده بود و پس از شکنجه های شدید به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.